اگر نه جنگ میکنیم نه مذاکره، یا آقای خامنه ای بخواد ادامه پیدا بکنه، نه آقای خامنه ای مجبور جنگ بکنه. آقای خامنه ای هم جنگ میکنه هم مذاکره خواهد کرد. پس نمیشود گفت که ما جنگ نمیکنیم مذاکره نمیکنیم. شما مذاکره میکنید که جنگ نشود. اگر به اون شرایط ما بریم، شما احتمالا جنگ رو هم میکنید و مذاکره هم نهایتا باید بکنید. اگر آقای ترامپ بیاد، وضعیت خاصی آقای نصر احمدی الان دیگه باقی نمونده که ما ببینیم چی دیگه واقعا مونده که بخواد تحریم بشه. تقریبا همه رو تحریم رو گذاشتن. یعنی یک زمان میگفتن سپاه قدس توی تروریست بوده، باور نیروی تروریستی، میگفتن نه مهم نیست. زدن آقای سردار سلیمانی، گفتن جنگ نمیشه. بعد زدن اون ترور کردن، گفتن نه مشکلی حالا پیش نمیاد. سپاه رو بردن توی لیست تروریسم، مشکلی میگم پیش نمیاد. بعدا مثلا قوه قضاییه و تمام قوه مجریه مجلس همه رو بره توی میبره توی چیز تروریسم، در صورتی که آقای ترامپ بیاد. خب اقدام بعدی قطعا محاصره دریایی، یعنی اگر پرونده در ضد همون مکانیزم ماشه‌ای رو که عملا دیگه به نظر میاد اجرا شده و این بحث رو در یه جلسه با همینجا داشتیم خدمت شما و بینندگان، که میشه گفت مکانیزم ماشه اجرا شد و ایران زیر بست هفتم شورای امنیت رفته با اون مکانیزم ماشه‌ای که اعلام کردن، و چون باید برای این مسئله باید اینا طرحی می آوردن، اون پنج عضو باقی مانده، و چون اون طرحی می آوردن و اون طرح به تو می شد طرح نی آوردن، پس عملا اون مکانیزم ماشه به لحاظ قانونی وجود داره. گوه این که اصلا امریکا فعلا نیازی به همراهی متحدین و خودش و یا نیروهای قدرت هایی که در شورای امنیت هستن هم نداره. اگر این مسئله بگیرد تنها راش اونه دیگه، بعد بحث محاصره های دریایی که دیگه اونجا به نظر من نقطه اتصال، نقطه آغاز یک جنگ چند روزه جنگی میتونه باشه. و در این حال اگر بخواد جمهوری اسلامی به اون نقطه نره و دیگه به اون نقطه نره که دیگه نتونه جمعش بکنه، یک تسلیم زشت رو که اسمش الان مذاکره است و یا اصطلاح نرمش قهرمانان است، اون رو در پیش داره. حالا در صورتی که آقای بایدن هم ببره، باز با توجه به این خرابکاری که آقای ترامپ خواهد کرد و این دست آقای بایدن رو در پوست گردون میذاره و قوانین رو مستند میکنه با قانون ضد توریسم، تحریم ها رو، و میبره به کنگره، خود به خود خود آقای بایدن و تیم دموکرات ها هم حتی اگه خانم کلینتون در اون دوره آقای ترامپ پیروز نمی شد و خانم کلینتون بود، ما باز مطمئن بودم طولی نمی کشید که ما مجددا روابط ایران و امریکا بحرانی می شد و آغاز تحریم های رو شروع می کردن، حالا با یک شیب ملایم تر. خب اینجا الان میشه گفت تقریبا فشار و تمام اون چیزی که لازم بوده در رابطه با تحریم ایران به کار برده شده، و اگر جمهوری اسلامی این برمیگره به شکل نمادین که بتونه مذاکره بکنه، بتونه دیگه از واسطه ها امریکا دیگه و ایران خلاص بشن و مستقیم با هم اونجا گفتگو بکنن، این برمیگرده به برجام آقای بایدن. اما این نیست که بگه باشه من سری میتونم مثلا تمام تحریم‌ها رو بذاری بدم. قطعا ببینیم مسئله هسته‌ای رو تقریبا تا حدودی حل کردن، حالا مکمل ترش میکنن، تکمیل ترش میکنن، اما بحث مثلا چیز موشکی رو مطلقا دیگه اینا کوتاه نمیان. بحث مداخله ایران در حوزه های بحرانی منطقه رو مطلقا کوتاه نمیان. بحث حذف اسرائیل رو، نابودی اسرائیل رو کوتاه نمیان. بحث اینکه حزب الله باید خط استفاده بشه و روند سیاسی به پیمانده کوتاه نمیان. بحث عراق رو کوتاه نمیان. بحث به هر حال تمام این چیزی که هست، اینم هست که پشت هر هجوم سیاسی و فتح سرهنگر چیز سیاسی، سنگر اقتصادی هم اونجا، منافع اقتصادی هم باید قابیده باشه. آقای ترامپ وقتی نگاه میکرده به این قانون برجام، میبینه فقط من کرده جایی دیگه رو، خیلی یا بعد یا اجازه داده کشورهای اروپایی، شرکت‌های اروپایی برن در ایران سرمایه‌گذاری مثلا محدودی بکنن یا خرید فروش تجارتی بکنن، اما هیچ شرکت آمریکایی نباید بره. خب این همه جور مصیبت‌های درگیری با ایران رو کشیده، بعد خودش از بازار ایران هیچ سهمی نداشته باشه.
قطعاً این مسئله به نظر من در این دور دموکرات ها اگر بیاین قطعاً بحث فتح بازارهای ایران و اجازه حضور شرکت های و به اصطلاح کمپانی های امریکایی در ایران برای دادستان تجاری سرمایه گذاری غیر ذالک رو خواهند خواست و اینجور نخواهد بود که مثل دوره برجام. من یادم فکر کنم آقای خامنه‌ای، بله آقای خامنه‌ای گفتن که شرکت های اروپایی، شرکت های کشورهای دیگه بیان، ولی شرکت های امریکایی حق ندارن، دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. و ما تمام ذخایر استراتژیک ارزی ما تقریبا رو به اتمام، یک سری ذخایر فقط هستن که از روش های نامتعارف به دست میاد، حالا قاچاق معکوس الان دیگه مثلا یه بخشیش هست، یه بخشیش حالا اون ترانزیت های که از مسیر ایران از افغانستان به مسیر ایران میرفتن میتونه مطرح باشه، فروش و دزدکی بعضی از اقلام نفتی میتونه مطرح باشه، ولی اینها جوابگو نیستن. اینها نمیشود کشور رو، کشور الان در آستانه قحطیه، کشور الان در آستانه یک انفجار، جامعه کارت کامل رفته رو استخون، استخون زده روی مغز، از اون استخون دوم هم میکنه عبور بکنه. بنابراین ما یه جامعه کاملا ملتهب و منتظر اعتراضات گسترده ای باید باشیم که الان جمهوری اسلامی هم شب روز داره بهش فکر میکنه و شب روز هم داره تمرین سرکوب رو و آمادگی برای نیروهای خودش رو داره تو دستور کار قرار داده. بنابراین این آمدن بایدن هم خیلی نمیتواند معجزه آسا و برق آسا مشکل آیون رو حل بکنن. آیون مشکلشون اگر میخوان حل بکنن، بازگشت به ملت، بازگشت به حقوق ملی ملت، تسلیم خواستهای مطالبات دموکراتیک ملت شدنه و راه گذار به دموکراسی با این نوع سازش و با این نوع مصالحه ملی بلکه که بتوانن خودشون رو نجات بدن، و الا هم خودشون و هم ممکنی کشور رو و جامعه رو خدای نکرده اصلا همه رو با هم غرق کنن.